آقای صدوقی سوال میکنم، آیا در ایران شورای نگهبان رهبر انتخاب میکنه؟ بله رهبر شورای نگهبان انتخاب میکنه، شما نمیدونستی؟ عصبانی نشو بابا، میگم اینجوری واقعا اینجوری میفهمی؟ واقعا از واقعا واقع تر، رهبر 6 نفر رو به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب میکنه و این 6 نفر همه کاره هستن، بقیه ملت انتخاب میکنن. آقا سوزیدی اونها تعیین صلاحیت میکنن نه انتخاب. عزیز من تعیین صلاحیت چیه؟ من الان میخوام مثلا آقای بوش میاد میره شورای نگهبان میگه تو رو تعیین نمیکنم، آقای بایدن میاد شورای نگهبان میگه تو رو تعیین صلاحیت نمیکنم، آقای احمدی نژاد میگه تو رو تعیین صلاحیت میکنم، یعنی چی؟ یعنی انتخاب کرد دیگه، یعنی اینقدر ما بازی فریب بخوریم. آقای حسینی. بله بله بفهم. در دانشگاه ها وقتی میخوان دانشجو را بپذیرن، اون تیمی که اونجا نشسته، اون که مدرک نداره، سنش کم، اونها را رد میکنه، اون انتخاب میکنه یا تعیین صلاحیت؟ این انتخاب میکنه، یعنی کسی که به اصطلاح دانشگاه با این فرق داره. نه میخوام این فرقشو بدونه، تعیین صلاحیت یا انتخاب. تعیین صلاحیت نیست، تعیین صلاحیت این است که مثلا فرض کن آقای احمدی نژاد، من براش میگم خوبه، خیلی خوب گفتی، خیلی خوب گفتی، ولی یادت باشه که جلوت سجودی است، یادت باشه که جلوت سجودی است. آقا جان شورای نگهبان شما آقای رفسنجانی که رئیس شورای مصلحت بوده، مجلس مصلحت بوده، رد صلاحیت کرده. یعنی چی؟ یعنی چون رهبر نمیخواسته رد صلاحیتش کرده. دانشگاه خب نگاه میکنه میگه مدرک دیپلم داره، میگه بفرما، نمرت خوبه میگه بفرما، مقایسه باطل میکنی. شما به من بگو ببینم چرا احمدی نژاد رد صلاحیت کردید در حالی که 8 سال رئیس جمهور بود؟ و چرا باید این احمدی نژاد اجازه بده؟ خوب جایگیر افتادی. چرا این احمدی نژاد جزء همون مجلس مصلحته؟ ما رو گول میزنین یا خودتون رو گول میزنین؟ به من بگو که چرا آقای رفسنجانی رد صلاحیت شد در حالی که وقتی مردم همه رفتید پشت جسدش و اینا؟ میگه آقای مصلحت نمیدونه آقای رفسنجانی. آقای رفسنجانی رئیس مجمع مصلحت ایرانه. پس شما گزینه نشی انتخاب میکنی، مثل دانشگاه نیست که نگاه کنه مدرک رو بر اساس مدرک انتخاب کنه. حرف آخر با شما، من در خدمت. حرف آخر رو خواهش میکنم دقیق گوش کن. ممکن است یک نفر برای ریاست جمهوری رد صلاحیت بشه، برای تشخیص مصلحت رد صلاحیت نشه. ممکن یه نفر برای استادی در دانشگاه رد بشه، استادی در فلان مؤسسه رد نشه. این تابع شاخصهای اون مؤسسه است. یعنی که اینجا رد شد، ممکنه یه نفر بعد دوره اول ریاست جمهوری قبول بشه، در دوره دوم مشکلی پیش بیاد رد بشه. این تابع شاخصه است. شما این چه عقل کودکانه دارید میگید؟ فرمایشتون تمام شد، درست میگید، این حرفتون درسته. شاخص تابع شاخص های مؤسسه. آخه نه فهمیدی چی میگم یا نه؟ کاملا فهمیدم، چطور متوجهش نشده باشم؟ حرف شما درسته، کاملا درسته. تابع شاخص های مؤسسه است. شاخص های مؤسسه میل رهبره، نه میزان رأی ملت نیست. بله خداحافظ شما.